سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. همزمان با اجلاس سازمان همکاری اسلامی در پاکستان، هند از گفتگوهای آسیای مرکزی درباره افغانستان میزبانی می کند. اکت های ضد پاکستانی یک فریب محض است و همچنان در پایان مولای مجیب الرحمن انصاری ممنوع المنبر شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدیم. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. همزمان با اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در پاکستان، هند از گفتگوهای آسیای مرکزی درباره افغانستان میزبانی میکند. 8 صبح کابل. طبق گزارش رسانه های هندی، قرار است سومین دوره گفتگوهای هند با آسیای مرکزی با حضور 5 کشور آسیای میانه روز یکشنبه 19 دسامبر در هند برگزار شود. این نشست همزمان با اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد برگزار می شود که محور هر دو نشست بحث روی وضعیت افغانستان است. وزیران امور خارجه قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست دهلی نو شرکت خواهند کرد. یکی از محورترین بحث‌های این نشست وضعیت افغانستان است. انتظار می رود که روی تجارت و اتصال منطقه‌ای نیز گفتگو شود. بعض روی طرح‌های برای تجدید بحث‌ها در مسیر بندر چابهار بین هند و آسیای مرکزی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است نیز در دستور کار است. هند و پاکستان دو رقیب جدی به شمار می روند. پایتخت های هر دو کشور روز یکشنبه میزبانی نشست درباره افغانستان است. در گذشته نیز اتفاق های مشابه رخ داده است. رسانه های هندی گزارش دادند که وزیران خارجه 5 کشور آسیای میانه که عضو سازمان همکاری های اسلامی نیز هستند، با جای شرکت در اجلاس اسلام آباد در نشست هند شرکت می کند. هند در 10 نوامبر نیز میزبان نشست امنیتی منطقه درباره افغانستان بود. در همین روز اسلام آباد نیز از نشست نمایندگان ویژه ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین میزبانی کرد که درباره افغانستان بحث کردند. جی شنکر وزیر امور خارجه هند روز شنبه با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دهلی نو دیدار کرد. وزیر خارجه هند در این دیدار نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: مولوی مجیب الرحمن انصاری ممنوع المنبر شد. فردی که جنگ علیه طالبان را حرام می دانست خودش منتسب به حرام شد. دیروز مجیب الرحمن انصاری می خواست که پس از مدت ها دوباره به مسجد خواجه عبدالله انصاری رفته و خطبه نماز جمعه را ایراد نماید، اما هنگام رفتنش به طرف منبر از طرف نماینده وزارت امر بالمعروف هرات ممانعت صورت گرفت. همچنان به انصاری تاکید شد که پس از این هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نشود. و مجیب الرحمن انصاری گفته شد که فرق بین تو و الله گل پیش ما نیست، هر دویتون باید سنگسار شوید. الله گر به جرم لواطت و غصب زمین های مردم و تو به جرم وهابیت باید در یک روز اعدام شوید، ولی افسوس که رهبری امارت تا حالا اجازه نداده است. همچنان این در حالی است که هشدار ارگان امنیت ملی به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه عمومی منصوبین امنیت ملی NDC در مسئله عفو عمومی از سوی امارت اسلامی. منصوبین، کارمندان، افسران، سربازان، طوری که همه مطلع هستند، از زمان عفو عمومی از سوی امارت اسلامی یا طالبان، منصوبین ریاست امنیت ملی افغانستان به اشکال مختلف درور می شوند و یا خبر قتلشان در رسانه ها جمعی و فردی به دست نشر سپرده شده و نگرانی های این خصوص افزایش یافته است. بنابراین بسیار فشرده و
و در این اعلامیه به تمام منصوبین امنیت ملی از کارمندان، افسران، سربازان هدایت لازم مبنی بر این که هیچ گونه عفو باور و عفو وجود نداشته. عفو از لحاظ تحلیل اطلاعات و نوعیت عمل کرده طالبان در این مورد، یعنی عفو عمومی، مردود دانسته شده و قابل ذکر است که تمام منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی جهت تدابیر امنیتی و اتخاذ این تدابیر هرچه سریعا کوشش نموده و هرگز بر هیچ نهاد و یا فرد یا گروه اعتماد نکرده و در جهت مسئول ماندن خیش و فامیل خود از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند و برای زنده ماندن دست به هر اقدامی که حیاتشان را تضمین می نماید بزنند، البته با منطق و اصولا انسانی، مگر اینکه مجبور شوند دست به عمل کرده غیر ممکن زده که از طرف رهبری سازمان هیچ مشکلی ندارد. باز هم تاکید می نماییم با رعایت پروتکل های امنیتی از قبل تعیین شده توسط تیم های مربوط به آن، خاطر نشان می نماییم ما از کشورهای پیمان ناتو و همکاران خارجی و داخلی تقاضا مندیم که مسئله عفو عمومی طالبان را مورد بررسی و از ترورهای هدف من جلوگیری نمایند، ورنه این حوصله مندی های ما به پایان رسیده و طالبان به سرنوشت بدی که هرگز تصورش را نمی توانند بکنند دوچار خواهند شد و آنجا دیر است که از عملکرد منفی خود طالبان دست بکشند. سازمان ملل و دستان در کارانشان باید مسئله منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی را با جلسه اضطراری حل نمایند و در مورد سرنوشتشان در افغانستان تصامیم صحیح و قابل ملاحظه ای را مد نظر گرفته و در همکاری با این محضل بزرگ تلاش های نهاد خیش را سرعت بخشند، ورنه فاجعه در حال وقوع است و شاید افغانستان به سوریه و لبنان مبدل شود که تمام کشورها از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار تشنج و نقض حریم خصوصی نموده و چالش بزرگ را برایشان در آینده به ارمغان آوردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم.